بینندگان رادیو و تلویزیون بین‌المللی کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست، به این برنامه آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. همونطور که میدونید این برنامه به تدریج نام خودش رو تغییر داده به آخرین های پزشکی و بهداشت و درمان، و من سپاسگزار هستم که شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید و آخرین ها رو مرور میکنید. امروز شنبه 21 خرداد 1401 برابر با 11 جون 2022 هست. نظام الدین میثاقی هستم و سرافرازم که مثل هر هفته با شما همراه باشم. در دو برنامه گذشته مقداری به اپیدمی مشکلات تیراندازی های جمعی پرداختم. امروز هم به عنوان آخرین برنامه از اون سری به این مشکل و معضل بزرگ اجتماعی در آمریکا خواهم پرداخت و بعد به آخرین های پزشکی خواهم رسید. ما به راه حل هایی برای مرگ و میر ناشی از سلاح گرم در ایالات متحده نیاز داریم. خشونت با سلاح گرم یکی از علل اصلی مرگ و میر زودرس در ایالات متحده است و علت اصلی مرگ و میر به طور کلی در میان کودکان و نوجوانان است که اخیراً از تصادفات اتومبیل، سرطان و مصرف بیش از حد مواد مخدر هم پیشی گرفته. ما نیاز داریم و می‌خواهیم که کارهایی را انجام بدیم، اما معلوم نیست که باید چگونه آغاز کنیم کارها رو. همه ما تا کنون با رویکرد پنیر سوئیسی برای کووید آشنا هستیم. همه لایه ها سوراخ دارن، اما اگر تعداد لایه ها بر هم انباشته بشن میتونیم از شیوع بیماری پیشگیری بکنیم. اجازه بدید که توضیح بدم. این مدل پنیر سوئیسی رو اینگونه میگن. پنیر سوئیسی رو اگر به قیافش شما واقف باشید میدونید که پنیری هست که در اون سوراخ‌های متعددی وجود داره، اما وقتی که شما قطعات مختلف این پنیرهایی که همشون سوراخ دارن کنار هم قرار میدید، باز هم میبینید که دیگه از این طرف اون طرف رو نخواهید دید، برای اینکه این سوراخ‌ها همه بر هم منطبق نخواهند شد و اتفاقا دیگه نوری از این پنیر رد نخواهد شد. به همین دلیل هست که مثلا در مورد کرونا روش پنیر سوئیسی این بود که خود ماسک ها به تنهایی کمک نمی کردن، خود فاصله گذاری ها به تنهایی کمک نمی کردن، واکسن زدن ها به تنهایی کمک نمی کردن. اما اگر شما بیاید و همه اینها رو کنار هم بگذارید، بعد ضد عفونی بکنید دستان و سطوح رو، همه این کارها رو، اون وقت میبینید که همه اینها که هر کدوم سوراخ ها، حالا اسمشو بذاریم نارسایی های خودشو داره، سوراخ های مثل پنیر سوئیسی داره، یه خورده جلوتر میریم. برای همین ممکن است که هیچ یک راهکاری برای رسیدن به راه حلی برای معضل بزرگ تیراندازی های جمعی در آمریکا پیدا نشه، اما اگر راه حل های متعددی که هر کدوم نارسایی های خودشون رو دارن رو کنار هم بگذاریم، باز هم جلو افتادیم. خب پس همین مدل رو ما میتونیم در مورد خشونت با اسلحه به کار ببریم. موضوع اصلی این هست که هیچ راه حلی کامل نیست، اما میتونیم لایه های کافی برای کاهش سرعت و یا در نهایت مسدود کردن بیماری رو و یا مرگ با سلاح گرم رو اضافه بکنیم. این باید در سطح فردی و همینطور در سطح جامعه و سیاست گذاری هم اجرا بشه. رویکردهای فردی چی هست؟ خب اولی ایمنی اسلحه هاست. ما باید اسلحه ها رو ایمنتر بکنیم. 42% خانه ها حداقل یک سلاح گرم دارن در آمریکا. علاوه بر این 4.6 میلیون کودک در آمریکا با اسلحه های بدون قفل و پر از فشنگ زندگی می کنند در همین ایالات متحده. بین سالهای 2015 تا 2020 حداقل 2070 تیراندازی غیر عمد توسط کودکان رخ داده و افراد در معرض خطر بیشتری برای خودکشی و قتل در زمانی هستند که اسلحه گرم در
دسترس داشته باشن. این یعنی صاحبان سلاح گرم باید بر روی ایمنسازی سلاح‌های خودشون تمرکز بکنن و عوامل خطری رو که منجر به بحران میشه و علامت‌هایی که نشون میده شخصی در بحران هست رو درک بکنن. صاحبان سلاح گرم همچنین باید هنجارهای فرهنگی رو در مورد اینکه مالکیت سلاح گرم ایمن و مسئولانه به نظر میرسه رو تغییر بدن. کسانی که اسلحه ندارن نیاز به آگاهی بیشتر در مورد اسلحه در خانه دیگران دارن. اگر پدر و مادر هستید، من خودم پدر هستم و این مسئله برای من مهم هست، برای شما هم خواهد بود. اگر پدر و مادر کودکانی هستید، احتمال اینکه فرزند شما به خانه دوستی بره که در اونجا سلاح گرم وجود داشته باشه 1 در 3 هست. یعنی تقریبا 1/3 موارد این اتفاق ممکنه بیفته. همونطور که قبل از رفتن فرزندتون به خونه دیگران در مورد حیوانات خانگی و آلرژی غذایی و نظارت بزرگسالان میپرسید، یک سوال مهم دیگر رو هم بپرسید. خجالت نکشید. آیا در خانه شما تفنگ قفل نشده و غیر ایمن وجود داره یا خیر؟ روابط ایجاد بکنید و جوانانتون رو راهنمایی کنید. یکی از اصلی ترین پیشبینی کننده های تیراندازی های جمعی و در کل برای خشونت انزوای اجتماعی هست. ناامیدی های طولانی و اونهایی که به صورت دراز مدت و مزمن انجام میشه همراه با عدم حمایت منجر به انزوای اجتماعی میشه که اینها میتونه ویرانگر باشه. ما باید روابط سالم، صادقانه و طولانی مدت با بچه‌های جامعه خودمون رو ایجاد بکنیم. میتونید برید داوطلب بشید در مدارس بچه‌ها به عنوان یک مربی، میتونید در برنامه‌های بعد از مدرسه خودتون شرکت بکنید و مثل جاهایی مثل باشگاه‌های پسران و دختران و یا استخدام یک بزرگسال مورد اعتماد که روابطی ایجاد بکنه و سعی بکنه علائم بحران رو تشخیص بده، مخصوصا در کودکان و نوجوانان که ممکن هست برسن به سوی خشونت. در این حال اگر چیزی میشنوید حتما چیزی بگید، چون همون اونی که چیزهایی که شما شنیدید این راحت تره ببخشید، چیزهایی که شنیدید ممکنه که پر از اهمیت باشن. به راحتی نگذرید از چیزهایی که شنیدید. اگر چیزی شنیدید چیزی بگید. بر اساس داده های پروژه خشونت Violence Project 86% از تیراندازان دست جمعی نقشه های خودشون رو پیش از تیراندازی فاش میکنن. بیشتر این موارد به افراد غریبه هست. 22% موارد اینجوری هست که به آدم غریبه میگن من میخوام فلان کار رو بکنم. همچنین به همکاران خودشون در 18% موارد، یا شرکای خودشون اونم 18% موارد، و یا دوستان و همسایگان که این 11% موارد هست که درز میکنه نقشه اونها. اینها فریادهای کمک هست، شواهدی از یک بحران که بیپاسخ مونده. و واکنش بیش از حد بهتر از واکنش نشان ندادنه. جدی بگیرید اگر کسی میگه میخواد کاری بکنه، اون رو گزارش بدید. اجازه ندید که بعد از بحران بگید که ای بابا من فکر کردم ممکنه همچین کاری از او سر بزنه. اگر کسی با یک بحران به سراغ شما اومد، بدونید که باید چه کار بکنید. به عنوان مثال میتونید به صورت ناشناس اون رو در وبسایت sandyhookpromise.org گزارش بدید. این وبسایتی هست که بعد از فاجعه دبستان سندی هوک بنا شد که انسان‌ها بتونن به صورت ناشناس گزارش بدن وقتی که فکر می‌کنن بحرانی در راه است. این قول سندی هوک هست، سندی هوک پرامیس. این به جوانان امکان رو میده که نشانه‌ها رو بشناسن. در اون وبسایت به شما آموزش‌هایی داده خواهد شد که بتونید نشانه‌های خشونت آینده رو در دیگران ببینید و بشناسید. در این حال میخوام که از نظر رویکردهای فردی آگاه به قدرت رسانه‌ها باشید. یک مطالعه عاملان تیراندازی جمعی اومده و
در واقع نگاه کردی که ببینه تیراندازان جمعی چقدر بیشتر در رسانه ها مورد پوشش قرار می گیرن و اونها رو مقایسه کرده با 600 سلبریتی مختلف در همون دوره زمانی مشابه. قاتلان دست جمعی پوشش بیشتری نسبت به ورزشکاران حرفه‌ای و فقط اندکی کمتر از ستارگان تلویزیون و سینما داشتن. تیراندازی های دست جمعی به منظور کسب شهرت در حال افزایش هست. اخباری رو که چهره مرتکب رو نشون میدن یا نقشه های اون رو با جزئیات توصیف میکنن رو لایک نکنید، کلیک نکنید، شیر نکنید. ویدیوهای تیراندازی دست جمعی ارسال شده در رسانه‌های اجتماعی یا یوتیوب رو هم تماشا یا به اشتراک نگذارید. اینها باعث میشه که الگوریتم‌ها اینها رو بالاتر بیاره و آدم‌های بیشتری ببینن و اینها رو بهشون محبوبیت بدن و آدم‌های دیگه فکر کنن که من میتونم از محبوبیت اجتماعی برخوردار بشم اگه همچین کاری بکنم، قرار معروف بشم. مجرمان امیدوار هستن که پوشش رسانه به صورت گسترده داشته باشن. همینطور تیراندازان آینده نظارگر واکنش های ما هستند به این بحران ها. در این حال روی سخن من به پزشکان هست. شما اگر پزشک هستید، شما وقتی با بیماران خودتون در مورد صندلی ماشین و کمربند ایمنی و واکسیناسیون صحبت می کنید، صندلی ماشین برای کودکان منظورم هست، اونها به عنوان شما با عنوان پزشکان باید در مورد سلاح گرم هم صحبت بکنید. آکادمی اطفال آمریکا توصیه میکنه که پزشکان اطفال از 3 سالگی در مورد سلاح گرم در خانه از خانواده ها پرسش کنن و همچنین پزشکان میتونن برای کاهش خودکشی با سلاح گرم کوشش بکنن. پس اینا رو در نظر بگیرید که اگر در شرایطی هستید که بیماران به شما گوش میدند و شما رو به عنوان یک انسان فرهیخته و برجسته جامعه میدونن، از موقعیت اجتماعی خودتون استفاده بکنید و ازشون بپرسید که آیا اگر سلاح دارید سلاح‌های شما ایمن هستن یا خیر. در سطح جامعه هم روی کردهایی باید داشته باشیم، مثل مراقبت‌های بهداشتی. سازمان‌های مراقبت بهداشتی و تیم‌های مراقبتی باید تصویر کاملی از وضعیت زندگی یک بیمار داشته باشند. یکی از راه‌های انجام این کار ادغام مراقبت‌های آگاه از تروما یا عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در پزشکی هست. برای مثال این میتونه شامل غربالگری آسیب و خشونت و اتصال مریض یا ریفرال مریض به منابع رایگان و در دسترس باشه. ما همچنین باید سلامت رفتاری رو با مراقبت‌های اولیه ادغام بکنیم تا دسترسی و درمان به بیماری‌های روانی رو بهبود ببخشیم. اینها اولویت باید داشته باشن تا بتونن کار بکنن در سطح کلان. در مدارس ما میتونیم کارهای زیادی رو انجام بدیم. تمرین‌های تیراندازی فعال، اینا رو بهشون میگن Active Shooter Drill، که اینها در واقع ما میایم تمرین‌هایی می‌کنیم که به محصلین میگیم که الان ممکن هست که فکر کنید که مثلا یک آدم تیرانداز اینجا حضور داره و شما بیاید تمرین کنید که چگونه با چنین بحرانی قراره که دست و پنجه نرم بکنید. این خیلی کار مشکل آفرینی هست و تحقیقات نشون میده که خطرات همچین تمرین هایی بیشتر از مزایای اون هست. اما راه حل های مبتنی بر شواهد دیگری هم وجود داره. به عنوان مثال میتونیم P3 کمپس رو پیاده سازی بکنیم، یک برنامه ایمنی مدرسه که به دانش آموزان و والدین و اعضای جامعه اجازه میده تا نگرانی های ایمنی و ناشناس رو ارائه بکنن. این فقط قدم‌های اولیه است. مدارس باید به جای اعمال اقدامات انضباطی، تیم‌های واکنش به بحران چند رشته‌ای رو ایجاد بکنن. آموزش‌های آنلاین برای مربیان و رهبران دوران دبستان تا دبیرستان وجود داره که به دنبال آموزش جامع پیگیری از خشونت و راه حل‌هایی برای مدارس هستن. ما همچنین باید ارتقاهای امنیتی مدارس رو که توسط کارشناسان تعیین شده مانند کنترل دسترسی و قفل درهای داخلی رو اجرا بکنیم. تیم‌های پشتیبانی بحران ما باید در دانشگاه‌ها، محل‌های کار و عبادتگاه‌ها نیز تیم‌های بحران ایجاد بکنن تا مردم بتونن نگرانی‌های خودشون رو با اعتماد به سیستم مطرح بکنن.
و همینطور تغییر در جامعه هست. تعدادی از رویکردهای مبتکرانه و مبتنی بر شواهد وجود داره که جایگزینی فضاهای خالی با فضای سبز خشونت با سلاح گرم رو کاهش میده. برنامه‌هایی مانند درمان خشونت، خشونت با سلاح گرم رو تا 63% در شهر نیویورک، 30% در فیلادلفیا، 48% در شیکاگو کاهش داد. برنامه‌های موفق دیگری هم هست، مثل Advanced Peace، مثل Blueprint for Action، مثل Minneapolis's Blueprint to Prevent Youth Violence. اینها همه نهادهایی هستن که شما هم میتونید بهشون اهدا بکنید، اعاناتی بپردازید و هم میتونید از طریق اونها بیاموزید و به کودکان و نوجوانان خودتون هم القا بکنید این آموخته های خودتون رو. در این حال باید حمایت و تشویق برنامه ریزی و اجرای پیشگیری و مداخلات خشونت اجتماعی رو در نظر بگیریم. فروشندگان اسلحه گرم و محدوده اسلحه، اینها خرده فروشانی هستن که میتونن به تغییر هنجارهای فرهنگی در مورد نگهداری امن و مسئولانه سلاح گرم، شناسایی علائم بحران و انتشار اطلاعات در مورد پیشگیری از خودکشی کمک بکنند. برخی از خرده فروشان و کسانی که اسلحه رو در سطح کلان میفروشن در حال حاضر مشغول راه حل هستن، ولی ما بیشتر احتیاج داریم که اونها هم وارد این عرصه بشن. اما میخوام اینم برسم به رویکردهای سطح سیاست، سیاست‌های سلاح گرم. یک مقاله بود در ژورنال واکس که نوشته بود بسیاری از سیاست‌های تفنگ عقل سلیم common sense، من جمله بررسی پس زمینه و قوانین پرچم قرمز، اینها در واقع بهش میگن red flag laws، که میگه که برای همه اینا پشتیبانی‌های دو حزبی در آمریکا وجود داره و تغییر در سیاست مرگ و میر ناشی از سلاح گرم رو کاهش خواهد داد. یک لحظه اجازه بدید. خب همچنین سیاست‌های مراقبت‌های بهداشتی این هست که ما باید اجازه بدیم که پزشکان در مورد سلاح گرم در خانه ها صحبت بکنند. برای مثال مینسوتا، میزوری، مونتانا، اینها سعی کرده بودند که توانایی های پزشکان رو در برخورد با اسلحه با بیماران محدود بکنند. یک دعوای طولانی انجام شد که یک پرونده خاصی رفت تا دیوان عالی کشور به نام داکس ورسس گلاکس، که بعد از اون قانون پزشکا تایید، در واقع از طریق قانونی سعی میکردن که پزشکان رو تهدید بکنن که در صورت پرسجو و بحث درباره سلاح گرم خانواده مثلا مجوز پزشکی این دکترا رو ازشون بگیرن و به حالت تعلیق در بیارن. دادگاه فدرال در نهایت کنار پزشکان قرار گرفت و قانون رو لغو کرد. سیاست‌های شبکه ایمنی ما باید شبکه‌های ایمنی مثل مدیکر و مدیکید و اینها باید در ایالات متحده تقویت بشن و همینطور مثلا اگه این روش‌ها پیش گرفته بشن یه نفر به خاطر از دست دادن شغل یا مثلا مشکلاتی که ناتوانی داشته باشن بعد از جراحی یک بحران براشون ایجاد نشه که بخوان برن و مبادرت به استفاده از سلاح گرم بکنن. در این حال ما باید از تحقیقات در مورد ایمنسازی سلاح گرم استفاده بکنیم. محققان رو برای تحقیق در مورد صدمات ناشی از سلاح گرم و راه حل‌های پیشگیری مؤثر باید بتونیم توانمندتر بکنیم. بودجه NIH و CDC از طریق بودجه کنگره کنترل میشه و سازمان‌های غیر انتفاعی که میتونن برای حمایت از این تحقیقات باشن ما میتونیم بهشون اهدا بکنیم، مثل مرکز تحقیقات پیشگیری از خشونت دانشگاه UC دیویس و یا National Collaborative on Gun یا اینکه Gun Violence Research. اینها شرکت هایی هستن که نهادهای غیر انتفاعی هستن که ما میتونیم بهشون اهدا بکنیم و سعی بکنیم که تحقیقات رو بیشتر بکنیم. و حالا اگر میخواید که به انتقال سیاست کمک بکنید وارد کار بشید، به عنوان کار، به عنوان مثال شما میتونید در شعبه محلی مامز دیمند اکشن
فعال باشید و سعی بکنید که جوامع ماها رو ایمنتر بکنید. خب این قسمتی بود که در مورد اسلحه، در واقع سومین قسمتی بود که خدمت شما گفتم. همه این مطالب رو سعی کردم به سرعت بگم، اما راههایی هست، نباید بشینیم و منفعلانه به این مسئله فکر بکنیم. حالا میخوام برسم به چند تا خبر پزشکی. اول از اینکه مقامات بهداشتی ایالات متحده آمریکا از پزشکان میخوان که برای آبله میمون آزمایش کنن بیمارانی رو که مظنون هستن به این بیماری براشون. مقامات بهداشتی روز جمعه گذشته از پزشکان خواستن در صورت مشکوک شدن به موارد ابتلا به آبله میمون بیمارانشون رو آزمایش بکنن و گفتن این بیماری ممکنه در سطح جامعه الان شیوع داشته باشه، اما خطر کلی سلامت عمومی هنوز کم است. در حال حاضر 21 مورد از این بیماری در حداقل 11 ایالت گزارش شده، اما CDC اعلام کرد که آگاه هست که 700 مورد آبله میمون در سراسر جهان تا حالا گزارش شده در خارج از بخش‌هایی از آفریقا، که در واقع این از آفریقا آغاز شده و الان شیوعش در جاهای دیگه هم دیده شده. همینطور تست کردن برای کووید 19 پیش از سفر از طریق هواپیما هم مقداری دچار تغییراتی شده. CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری گفته که محدودیت تست شدن قبل از پرواز رو از همین یک شنبه شب برخواهد داشت و اگر که مشکلاتی ایجاد بشه بعد از 90 روز ممکن هست که دوباره برش گردونه. مشکلاتی مثلا آمدن یک سویه جدید یا یک مشکل مرگ و میر اضافه. به هر حال این مشکلات از ژانویه 2021 این محدودیت ها بوده و الان اولین بار هست که از در این یک سال و نیم گذشته قرار هست که این محدودیت ها برای سفر برداشته بشه، مثلا برای سفرهای بین کشوری، چون برای سفرهای داخلی این محدودیت نبود. در این حال میخواستم در مورد یک مسئله صحبت کنم که وقتی شما به داده ها میاندیشید مواظب باشید که قربانی پارادوکس سیمپسون نشید. حالا سیمپسون پارادوکس چی هست؟ در واقع این هست که شما بیاید یک جمع رو به طور کامل کلی در نظر بگیرید، یک جامعه رو، یا اینکه بیاید یک جامعه رو تقسیم بکنید به گروه‌های مختلف و بعد در نظر بگیرید و بعد از نظر آماری نتایج مختلفی به دست بیارید. حالا من منظورم چی است؟ ما همه مرگ‌های ناشی از کووید رو برای سال 2022 جمع‌آوری می‌کنیم و بر اساس نژاد سازماندهی می‌کنیم. قبل از در نظر گرفتن سن درگذشتگان، آمریکایی‌های سفیدپوست در سال 2022 در هر 100 هزار مرگ 43 در هر 100 هزار نفر 43 نفرشون مرگ رو تجربه کردن و بعد میان در مقایسه با سیاه‌پوستا می‌بینیم که در هر 100 هزار نفر 37 نفر فقط مرگ رو تجربه کردن. پس ما میگیم که به نظر میاد که به طور کلی سفیدپوستا بیشتر از سیاه‌پوستا از بین رفتن. این در واقع پارادوکس سیمپسون هست، برای اینکه حقیقت اینه که نه، سیاه‌پوستا بیشتر از بین رفتن، ولی چگونه؟ خب بعد از اینکه سن افراد درگذشته رو ما در محاسباتمون قرار میدیم داستان تغییر میکنه. سفیدپوستا 31 در هر 100 هزار نفر رو از نظر مرگ به خود اختصاص دادن، اما سیاه‌پوستان 40 از هر 100 هزار، یک سویچ کامل. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی وقتا یه اسوسییشن ها، یک همبستگی هایی هست که از نظر آماری ممکنه که ما رو فریب بده، برای اینکه اصولا مسنترها ممکنه در یک جمعیتی بیشتر باشن و وقتی سن رو در نظر میگیرید میبینید که اون خب سفید پوستان چون سنهای خیلی بالاتر به نسبت سیاه پوستان داشتن، اونها چون بیشتر طول عمرشون هم هست خب مرگ و میر در اونها بیشتر هست، ولی وقتی سن رو میارید میبینید که نه، اتفاقا به صورت کلان سیاه پوستا بیشتر در معرض مرگ و میر در مورد کووید 19 قرار گرفتن. برای همین اجازه ندید که مثلا مقاله‌ای در نیویورک تایمز که در این مورد صحبت کرده بود که سفیدپوستان از همه بدتر بودن از نظر مرگ و میر، شما رو فریب بده. حقیقتش اینه که اونها هم آمار و احتمالات رو اونطور که باید و شاید متأسفانه متوجهش نشدن و دچار پارادوکس سیمپسون شدن. سیمپسونز پارادوکس یک بحث بزرگ آماری هست که میتونید در موردش بیشتر تحقیق بکنید که این اشتباه رو نکنید.
یک واکسن دیگه قرار هست که به زودی در آمریکا مورد تایید قرار بگیره. واکسنی هست به نام نوواکس، شرکتی هست در مریلند که این واکسن رو میسازه و این واکسن از یک پروتئین ساب یونیت استفاده میکنه، یعنی به جای اینکه mRNA باشه یا از یک ویروس دیگری مثل ادنو ویروس استفاده بکنه، میاد و در لابراتوار یک ساب یونیت پروتئین این ویروس رو درست میکنه و اون رو تزریق میکنن و اون خیلی ایمنیزا هست و اتفاقا میتونه کمک بکنه. منتها یادمون باشه که این واکسن الان ماها هست که بیش از یک سال هست که در دست احداث هست و برای واکسن برای ویروس ووهان درست شده، اما نشون داده که نسبت به خود اومیکرون هم درصد خوبی پروتکشن یا کارایی داشته، حدود 78% بین کسانی که 65 به بالا هستن و 90% بین کسانی که سنشون کمتر هست این واکسن میتونسته کمک بکنه. و همینطور این واکسن ممکنه که بتونه برای دوزهای یادآور ازش استفاده بشه و البته این واکسن هم مثل واکسن‌های دیگه در موارد بسیار نادر ممکنه که ایجاد التهاب قلب و یا التهاب غشای دور قلب یا پریکاردیت رو بکنه که در موردش صحبت‌ها بسیار هست، اما واکسن خوبی خواهد بود. نگرانی اصلی این بوده که آیا شرکت نوواکس میتونه به صورت کلان تولید بکنه یا خیر، اما روی اون داره کار میکنه و FDA هم قراره به زودی به اون مجوز استفاده رو بده. همینطور شرکت مدرنا اکنون یک واکسنی رو تولید کرده، در واقع واکسنش رو ویرایش کرده، ادیت کرده، واکسن اون تکنولوژی mRNA داره که سویه های اومیکرون رو در خودش جا داده و قرار هست که از FDA تقاضای تایید بگیره. اگه یادتون باشه این واکسنی که از اولین واکسن هایی بود که از همون اول هم مورد تایید قرار گرفت و الان قراره که این نسل بعدی باشه که در واقع پاتن هایی که در بدن ایجاد میشه تقریبا 2 برابر واکسن های دیگه هست نسبت به سویه های مربوط به اومیکرون که الان اون سویه هاست که در جهان فراگیر شدن. همینطور در مورد کسانی که مشکلات نارسایی قلبی دارن یا congestive heart failure دارن، داده هایی الان در دسترس هست که کسانی که واکسینه شدن احتمال بستری شدن و کارشون به ICU رسیدن و مرگشون بسیار کمتر هست. این داده ها در جورنال Cardiac Failure چاپ شده بود که من خدمت شما ارائه کردم. همینطور خبر بعدی این هست که کسانی که دیابت دارند ریسک این که کووید مزمن بگیرن بیشتر هست و اگه کووید بگیرن، کووید رو ردش بکنن و بعد پیامدهای طولانی مدت از کووید داشته باشن، یکی از پیش بینی کنندگان این مسئله در واقع دیابت داشتن هست. مشکل بزرگتر این هست که بسیاری از افراد نمیدونن که دیابت دارن، چون دیابت رو وقتی اول به صورت خفیف دارید نمیدونید. این هست که هم آزمایش بشید که مطمئن باشید اگه دیابت داشته باشید مورد درمان قرار بگیرید و هم اگه دیابت دارید و واکسن نزدید حتما اشتباه میکنید. واکسنت رو بزنید برای اینکه دیابت نه تنها خودش یک عامل زمینه‌ای برای بیماری شدید با کووید هست، بلکه اگر از اون هم جان سالم به در ببرید احتمال اینکه مشکلات کووید 19 طولانی رو تجربه بکنید به مراتب بالاتر هست. مسئله بعدی در مورد اگزرسایز به صورت روزانه هست. ورزش به صورت روزانه بسیار مهمتر هست. بارها در این مورد صحبت کردم در مورد که ایمنی شما چقدر بهتر میشه. امروز میخواستم در مورد یک مقاله صحبت بکنم. جما نتورک اوپن این رو چاپ کرده بود که گفته بود کسانی که روزانه حداقل نیم ساعت به ورزش میپردازن ریسک سکته مغزی هم در اونها کمتر است. همینطور آخرین خبری که به شما ارائه می کنم این هست که کسانی که حدوداً 3 گرم در روز از اومگا 3 فتی اسید استفاده می کنن یا به عنوان مکمل غذایی یا در غذاهاشون، اینها فشار خون کمتری رو تجربه می کنن و داده های این هم در جورنال American Heart Association چاپ شده بود. بسیاری از افراد هستن که اومگا 3 مصرف می کنن. این خیلی
ساپلمنت یا مکمل خوبی هست، اما اگر که شما مطمئن باشید اگر در استفاده میکنید حدوداً 3 گرم از این رو در روز استفاده بکنید، داده های خوبی پشتش هست. خب دوستان عزیز، به آخر برنامه هفتگی امروز رسیدیم. سپاسگزارم که بردباری نشون دادید و با من همراه بودید. اگر این برنامه ها رو مفید فایده میبینید، خواهش میکنم برای دوستان دیگرتون که فارسی زبان هستن حتما بفرستید، اونها رو با کانال کبیر تیوی در یوتیوب آشنا بکنید. و همینطور اگر ما رو دوست دارید فقط از طریق صوتی دنبال بکنید، به پادکست دانشکست در سپاتیفای و یا در اپل پادکست مراجعه بکنید و اونجا با ما همراه باشید. خوب و خوش باشید تا هفته آینده که من در خدمت شما باشم.